ویدیوی پرسش و پاسخ رونالدو و همسرش جورجینا رودریگز و پاسخ به سوالای جنجالی هم دیگه با ما همراه باشید، این ویدیو رو میبینید. سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی، خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. و همونطور که میدونید رونالدو چند هفته هستش که کانال یوتیوبش رو راه انداخته و توی اون کلیپ‌های جنجالی و چالشی و عموماً با همسرش جورجینا رودریگز میذاره. توی آخرین برنامه‌ای که این دو نفر توی کانال یوتیوبشون داشتن، رونالدو یه سری سوال چالشی و جنجالی رو از همسرش پرسید و اونم پاسخ رونالدو رو داد. برنامه هم به این شکل بودش که دو تا تنگ شیشه‌ای روی میز قرار دادن که توش یه تعداد سوال بودش که با گردوندن سوال‌ها به صورت رندوم یکی از سوالا رو انتخاب میکرد. سوالا یه توی تنگ و هم میزدن و یکی از توپایی که توش سوال بودش رو انتخاب میکرد. بریم ببینیم چه سوالاتی رو رونالدو از همسرش جورجینا رودریگز پرسیده. اولین توپ و سوالی که رونالدو از جورجینا پرسید این بودش که وقتی به خودت نگاه میکنی چه چیزی بیشتر از همه تو رو عصبانی میکنه؟ که جورجینا پاسخ داد: دروغ منو خیلی عصبانی میکنه. چه دروغ هایی که بگم و چه دروغ هایی که بشنوم. چون فکر میکنم این به دور از انصاف و بی‌عدالتیه. رونالدو در سوال دومش از جورجینا میپرسه به عنوان یه مادر چه چیزی باعث افتخار تو میشه؟ که جورجینا به این سوال پاسخ میده: بچه های من بچه های خیلی شاد و خوش‌رفتار و باهوشی هستن و به داشتن اونها افتخار میکنم. میخوام در آینده خودم رو 100% وقف اونها کنم و همه چیزم رو فدای اونها میکنم، چون اونها با ارزشترین دارایی من توی زندگی به حساب میان. اما سومین سوال و توپی که رونالدو از توی تنگ برمیداره، سوالش این بودش که تلفن همراه چه نقشی در زندگی روزمره تو داره؟ آیا میتونی بدون اون زندگی کنی؟ بعدم یه خنده شیطانی به جورجینا میزنه که حواسم بهت هستش که جواب دروغ نگی، من مچت رو میگیرم اگه اشتباه به این سوال جواب بدی. جورجینا در پاسخ به این سوالم به رونالدو میگه: گوشی نقش مهمی توی زندگی من داره و به عنوان وسیله ارتباطی مهم برام به حساب میاد و من رو به کار و خانوادم متصل میکنه، به خصوص وقتی که ما از هم دوری میتونم با موبایلم با خانوادم ارتباط داشته باشم و خیلی راحت به آدمهایی وصل میشم که در شرایط فعلیم نمیتونم از نزدیک ببینمشون. ولی موبایل صرفا برام یه وسیله ارتباطی و قطعا بدون گوشی هم میتونم زندگی کنم، ولی بدون شماها که خانوادم هستین نمیتونم زندگی کنم. که خب پاسخ جورجینا باعث تعجب رونالدو میشه و بهش میگه: من که اینجوری فکر نمیکنم. بعدم سوال چهارم رو از تون در میاره و از جورجینا میپرسه: مهمترین ویژگی رفتاری چیه و سخت‌ترین ویژگی رفتاری در مورد جورجینا چه چیزی رو میدونی؟ جورجینا به این سوالم پاسخ میده: مهمترین ویژگی شخصیتی من اینه که نسبت به اطرافیانم یه شخصیت متعهد دارم و در نقطه مقابلم هم آدم خیلی متوقعی هستم. به دور و بریم زیاد فکر میکنم و درد اطرافیانم رو خوب میفهمم و خیلی زیاد با اونها همدردی میکنم و انتظارم هم از آدمهای اطرافم به همین شکله که اونها هم منو درک بکنن و توی شرایط مختلف با هم همدردی داشته باشن و اگه من این رفتار رو با آدمهای اطرافم نبینم، خب منم رفتارم مثل اونا میشه. اما سوال پنجمی که رونالدو از جورجینا میپرسه در مورد مستند زندگی شخصیه اون هستش که تا به الان دو فصل از اون پخش شده و مروری بر زندگی شخصی جورجینا رودریگز داشته. رونالدو ازش میپرسه: آیا مستند من جورجینا هستم فصل سومش به زودی پخش میشه یا نه؟ که جورجینا به رونالدو پاسخ میده: بله، 18 سپتامبر قراره فصل سوم پخش بشه که میشه 28 شهریور ماه خودمون. جالبه در حاشیه این ویدیو بخشایی از مستند من جورجینا هستم رو هم پخش میکنن که توش رونالدو با بچه‌های سر میز شام هستش و با بچه‌هاش بگو بخند میکنه و از اونا میپرسه آیا میدونید معروف بودن یعنی چی؟ که بچه‌ها در پاسخ میگن: آره، معروف بودن یعنی آدما رو از تو تلویزیون نشون بدن و همه بخوان با آدم عکس بگیرن. که رونالدو از بچه ها میپرسه که به نظرتون معروف ترین آدمی که میشناسید چه کسی است؟ که همه بچه ها با هم میگن: معلومه، مامانمون. اما ششمین سوالی که رونالدو از همسرش میپرسه اینه که
اگه یه روز بخوای به صحرا بری و مجبور باشی فقط 3 تا چیز رو با خودت ببری، اون 3 تا چیز چیه؟ که جورجینا پاسخ جالبی به این سوال میده و میگه اول از همه خانواده، بعد آب و غذا و بعد چند تا لباس خوبام رو میبرم. اما سوال هفتمی که رونالدو میپرسه اینه که پیامت برای دخترایی که توی سوشال مدیا دنبالت میکنن و فالوور پیجتن و هر روز پستای تو رو نگاه میکنن چیه؟ که جورجینا به این سوالم پاسخ میده از همشون میخوام آدمهای خوبی باشن، مثبت اندیش باشن، روی آدمهای منفی تمرکز نکنن و ازشون بگذرن و برای چیزی که میخوان بجنگن و برای رویاهاشون تلاش کنن و مهمتر از همه اینه، همچنان من رو هم دنبال کنن. اما سوال هشتم و آخر این برنامه که معروف بود به سوال تند و آتشین، خود جورجینا اون رو انتخاب میکنه و اون رو از سوی تنگ کناری که توپاش قرمز رنگ بود و معروف بودن به سوالات تند و آتشین در میاره و سوال این بودش که چه چیزی راجع به رونالدو هست که تو رو خیلی اذیت میکنه و تا حالا بهش نگفتی؟ که جورجینا پاسخ میده هیچ چیزی نیستش که بهت نگفته باشم، هر چیزی که از تو منو اذیت بکنه همونجا بهت میگم. البته که رونالدو همین پاسخ و صحبت جورجینا رو تایید میکنه و میگه آره همه چی رو به هم میگه، خیلی زیادی هم میگه، بعدم میگه و اشاره میکنه به برنامه قبلیشون که توش جورجینا به تیپ و استایل رونالدو نمره 4 رو میده و میگه اصلا تیپ و استایلت خوب نیست و اصلا اون رو دوست ندارم. توی برنامه قبلی که رونالدو با همسرش توی کانال یوتیوبش داشتن، جورجینا به چیزهای مختلف رونالدو نمره میداده که به تیپ و استایل اون نمره 4 رو میده. خب زیاد مثل اینکه رونالدو از این روک بودن جورجینا خوشش نمیاد. در نهایت هم رونالدو به عنوان سوال آخر از جورجینا میپرسه که چرا تو انقدر خوشگل هستی؟ که جورجینا هم پاسخ جالبی به این سوال میده. دلیلش اینه که تو با چشمای پر از عشق من رو نگاه میکنی و به همین دلیله که من رو خوشگل میبینی. در پایان این ویدیو هم این دو نفر همدیگر رو میبوسن و با مخاطباشون خدافظی میکنن. خب رونالدو به صورت دوره‌ای ویدیوهای این تیپی رو توی کانالش قرار میده که چند تا ویدیوی اولش با همسرش جورجینا بوده، ولی خب قول‌داده که با فوتبالیستای دیگه هم ویدیوهای مشترک به همین شکل پرسش و پاسخ بذاره. خب رفقا حتما نظراتتون رو راجع به این ویدیو از رونالدو همسرش جورجینا رودریگز برای ما تو بخش کامنت ها بنویسید. اگه دوست دارید ویدیوهای این تیپی رو توی کانال قرار بدم حتما نظراتتون رو کامنت بکنید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.